بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که به دیدار ما امید ندارند گفتند چرا فرشتگانی بر ما نازل نشدند یا چرا پروردگارمان را نمی بینیم؟ به راستی آنها درباره خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند. روزی که فرشتگان را ببینند در آن روز هیچ بشارتی برای مجرمان نخواهد بود، بلکه روز مجازات و عذاب است و فرشتگان میگویند بهشت بر شما ممنوع است و ما به هر گونه عملی که انجام داده اند میپردازیم، پس آن را چون غبار پراکنده در هوا قرار میدهیم. بهشتیان در آن روز جایگاهشان از همه بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است. و به یاد آور که آسمان با ابرها شکافته شود و فرشتگان چنان که باید پی در پی فرود آورده شوند. فرمان روایی راستین و حقیقی در آن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز روز سختی بر کافران خواهد بود. و به یاد آور روزی که ستمکار از حسرت دست خود را می گزد، می گوید ای کاش من با رسول راهی برگزیده بودم، ای وای بر من، ای کاش فلانی را دوست نمی گرفتم. به راستی او مرا از ذکر گمراه ساخت بعد از آن که به سوی من آمده بود و شیطان همواره انسان را تنها و خار می گذارد. و پیامبر خدا گوید پروردگارا بیگمان قوم من این قرآن را رها کردند و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم و پروردگار تو برای راهنمایی و یاری تو کافی است. و کسانی که کافر شدند گفتند چرا قرآن یک بار بر او نازل نمی شود؟ این گونه آن را بخش بخش نازل کردیم تا با آن قلب تو را استوار داریم و آن را آرام آرام و به تدریج بر تو بخوانیم. و کافران هیچ اعتراض و مثلی برای تو نمی آورند مگر آنکه برای تو حق و پاسخی نیک بیانتر می آوریم. کسانی که بر چهره هایشان به سوی جهنم محشور می شوند اینان بد جایگاه تر و گمراه تر هستند. و به راستی ما به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را همراه او مددکار او قرار دادیم. آنگاه گفتیم شما دو نفر سوی قومی که آیات ما را تکذیب کردند بروید، پس آنها را به شدت هلاک و نابود کردیم. و قوم نوح را هنگامی که پیامبران را تکذیب کردند آنها را غرق کردیم و آنها را برای مردم نشانه و عبرت قرار دادیم و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کردیم. و همچنین عاد و ثمود و اصحاب رس و نسل‌های بسیار را که بین آنها بودند هلاک کردیم و برای هر یک از آنها مثل‌ها زدیم و همگی آنها را سخت نابود کردیم. و به راستی آنها بر قریه‌ای که باران بلا بر آن باریده بود گذشتند، آیا آن را نمی‌دیدند؟ آری می‌دیدند، بلکه به قیامت و زنده شدن امید و ایمان ندارند. و هنگامی که تو را ببینند فقط تو را به ریشخند و مسخره میگیرند و میگویند آیا این همان کسی است که خداوند او را به پیامبری فرستاده است؟ اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمی کردیم نزدیک بود که ما را از پرستش آنها گمراه کند. و چون عذاب الهی را ببینند به زودی خواهند دانست چه کسی گمراه تر بوده است. آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را معبود خود برگزیده است؟ آیا تو می توانی بر او وکیل و نگهبان باشی؟ آیا گمان می کنی بیشتر آنها می شنوند یا می فهمند؟ آنها همچون چهار پایانی بیش نیستند بلکه اینان گمراه ترند. آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترانیده است؟ و اگر می‌خواست آن را ساکن قرار می‌داد، پس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم.
سپس آن سایه را اندک اندک به سوی خود باز می گیریم و او کسی است که شب را برای شما پوششی قرار داد و خواب را مایه آسایش و روز را هنگام برخاستن و جنبش قرار داد و او کسی است که بادها را بشارت دهندگانی پیشا پیش رحمتش فرستاد و از آسمان آبی پاک نازل کردیم تا به آن سرزمین مرده‌ای را زنده کنیم و آن را به چهار پایان و انسانهای بسیاری را که آفریده ایم بنوشانیم و به راستی ما آن آب باران را در میان آنها تقسیم کردیم تا متذکر شوند پس بیشتر مردم جز ناسپاسی را قبول نکردند و اگر می‌خواستیم در هر قریه و دیاری بیم دهنده ای می‌فرستادیم پس ای پیامبر از کافران اطاعت مکن و به وسیله آن با آنها جهاد بزرگی بنما و او کسی است که دو دریا را به هم آمیخت این گوارا و شیرین و آن شور و تلخ است و در میان آن دو حائل و مانعی استوار قرار داد و او کسی است که از آب انسانی را آفرید آنگاه او را پیوند نسبی و سببی قرار داد و پروردگار تو تواناست و مشرکان به جای خداوند چیزی را می پرستند که نه به آنها سود می بخشد و نه به آنها زیانی می رساند و کافر پیوسته در برابر پروردگارش پشتیبان یکدیگر و یاور شیطان است و ای پیامبر ما تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم بگو من در برابر تبلیغ آن هیچ گونه مزدی از شما نمی طلبم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند و بر زنده ای که هرگز نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است همان کسی که آسمانها و زمین و آنچه را در میان آن دو است در شش روز آفرید سپس بر عرش قرار گرفت او خداوند رحمان است پس در باری او از کسی بپرس که آگاه است و هنگامی که به آنها گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید گویند رحمان چیست؟ او را نمی شناسیم آیا برای چیزی که تو به ما فرمان می دهی سجده کنیم؟ و بر نفرت و گریزشان افزوده شد پربرکت و بزرگوار است کسی که در آسمان برج‌هایی قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی قرار داد و او همان کسی است که شب و روز را در پی یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا بخواهد شکرگزاری کند و بندگان خاص رحمان کسانی هستند که با فروتنی و آرامش بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب قرار دهند به آنها سلام گویند و کسانی که شب را برای پروردگارشان سجده کنان و قیام کنان می گذرانند و کسانی که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف کن بی تردید عذابش سخت و پایدار است بی گمان آن جهنم بد قرارگاه و بد اقامتگاهی است و کسانی که چون انفاق کنند اسراف نمی نمایند و سخت گیری نمی کنند و بین این دو روش اعتدال دارند و کسانی که با خداوند معبود دیگر را نمی خوانند و نفسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده است جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات گناه خود را خواهد دید عذاب او در روز قیامت مضاعف می گردد و با خاری و ذلت در آن جاودان خواهد ماند مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پس اینانند که خداوند بدیهایشان را به نیکیها مبدل می کند و خداوند آمرزنده مهربان است
و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، پس بیگمان او چنان که باید به سوی خداوند بازگشت می کند. و کسانی که شهادت دروغ نمی دهند و چون بر کار لغو و بیهوده بگذرند، بزرگواران از آن می گذرند. و کسانی که چون به آیات پروردگارشان پند داده شدند، کر و کور بر روی آن نمی افتند. و کسانی که می گویند پروردگارا، از همسرانمان و فرزندانمان مایه روشنی چشم به ما عطا فرما و ما را برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده، آری اینان به خاطر صبری که کرده اند درجات عالی بهشت به آنها پاداش داده می شود و در آن با تحیت و سلام استقبال می شوند. در آن جاودان خواهند ماند. چه نیکو قرارگاه و نیکو اقامتگاهی است. ای پیامبر، بگو پروردگار به شما اعتنایی ندارد. اگر دعای شما نباشد، به راستی شما حق را تکذیب کردید. پس به زودی کیفرش گردنگیر و ملازمتان خواهد بود. سوره شعرا جزء 19. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سین مین. این آیات کتاب روشن است. گویی می خواهی از شدت غم و اندوه این که آنها ایمان نمی آورند خود را هلاک کنی؟ اگر بخواهیم از آسمان بر آنها نشانه ای نازل می کنیم که گردنهایشان در برابر آن تسلیم گردد و هیچ پند تازه ای از سوی خداوند رحمان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان هستند. به راستی آنها تکذیب کردند، پس به زودی اخبار آنچرا که به آن استهزا و تمسخر می کردند به آنها خواهد رسید. آیا به زمین ننگریسته اند که چقدر از هر گونه گیاهان نیکو و پر ارزش در آن رویانیده ایم؟ بیگمان در این نشانه بزرگی است و بیشتر آنها مؤمن نیستند. و به راستی پروردگار تو پیروزمند مهربان است. و بیاد بیاور هنگامی را که پروردگارت موسی را نداداد که به سوی قوم ستمکار برو. قوم فرعون، آیا آنها نمی ترسند؟ موسی گفت پروردگارا، من می ترسم که مرا تکذیب کنند و سینه‌ام تنگ گردد و زبانم باز نشود. پس برادرم هارون را نیز رسالت ده تا مرا یاری کند. و آنها برگردن من ادعای گناهی دارند، پس می ترسم که مرا بکشند. خداوند فرمود چنین نیست. پس شما هر دو با آیات ما بروید، یقیناً ما با شما شنوندگان هستیم. پس به نزد فرعون بروید و بگویید ما فرستادی پروردگار جهانیان هستیم که بنی اسرائیل را با ما بفرست. فرعون گفت آیا ما تو را در کودکی نزد خود پرورش ندادیم و سالهایی از عمرت را در میان ما نگذراندی؟ و بالاخره آن کارت را که نبایست انجام می دادی انجام دادی و تو از ناسپاسانی. موسی گفت من آن کار را آنگاه انجام دادم که من از بی خبران بودم. پس چون از شما ترسیدم از شما فرار کردم. آنگاه پروردگارم به من دانش و نبوت بخشید و مرا از پیام بران قرار داد. و آیا این نعمتی است که تو بر من منت می‌گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟ فرعون گفت پروردگار جهانیان چیست؟ موسی گفت پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید. فرعون به آنهایی که در اطرافش بودند گفت آیا نمی‌شنوید؟ موسی گفت او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شماست.
فرعون گفت بی تردید پیامبرتان که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است. موسی گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است اگر بیندیشید. فرعون گفت اگر معبودی جز من برگزینی البته تو را از زندانیان قرار خواهم داد. موسی گفت حتی اگر معجزه روشنی برای تو آورده باشم؟ فرعون گفت پس اگر از راست گویانی آن را بیاور. پس موسی عصای خود را افکند که ناگهان آن اژدهایی آشکار شد و دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد که ناگهان در برابر بینندگان سفید و روشن بود. فرعون به اشرافی که اطراف او بودند گفت بیگمان این مرد جادوگر دانایی است. او میخواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس شما چه نظر میدهید؟ گفتند کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع آوری کنندگان را در همه شهرها بفرست تا هر جادوگر ماهر و دانایی را نزد تو آورند. پس سرانجام جادوگران برای وعدگاه روز معینی گرد آورده شدند و به مردم گفته شد آیا شما نیز جمع می شوید؟ تا اگر ساحران پیروز شدند ما از آنها پیروی کنیم. پس هنگامی که ساحران آمدند به فرعون گفتند اگر ما پیروز شویم آیا ما پاداشی خواهیم داشت؟ گفت آری و بیگمان آنگاه شما از مقربان خواهید بود. موسی به آنها گفت هرچه می خواهید بیفکنید بیفکنید. پس آنها ریسمانها و عصاهای خود را افکندند و گفتند به عزت فرعون قطعا ما پیروزیم. پس موسی عصایش را افکند، ناگهان آنچه را به دروغ برساخته بودند بلعید. پس ساحران سجده کنان به زمین افتادند، گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگتر شماست که سحر را به شما یاد داده است. پس به زودی خواهید دانست دستانتان و پاهایتان را به عکس یکدیگر قطع می کنم و همه شما را به دار می آویزم. گفتند باکی نیست، ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد که ما از نخستین ایمان آورندگان بودیم و به موسی وحی کردیم که شبان بندگانم را از مصر بیرون ببر، بیگمان شما تعقیب می شوید. پس فرعون چون از ماجرا آگاه گردید گردآورندگان نیرو را به شهرها فرستاد و گفت اینها گروهی اندک و ناچیز هستند و اینها ما را به خشم آورده اند و ما همگی آماده و بیدار هستیم. پس آنها را از باغها و چشمه ها بیرون کردیم و نیز از گنجها و منزلگاه نیکو و قصرهای مجلل بیرون راندیم. آری این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم. پس آنها صبح گاهان به هنگام طلوع آفتاب به تعقیبشان پرداختند. پس چون دو گروه یکدیگر را دیدند یاران موسی گفتند یقینا ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. موسی گفت چنین نیست، بیگمان پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد. پس به موسی وحی کردیم عصایت به دریا بزن. آنگاه دریا شکافته شد، پس هر بخشی از آن همچون کوه عظیمی شد و دیگران را نیز به آنجا نزدیک ساختیم و موسی و همراهانش را همگی نجات دادیم. سپس دیگران را غرق کردیم. بیگمان در این ماجرا نشانه ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است.
و خبر ابراهیم را بر آنها بخوان. هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیز را می پرستید؟ گفتند بت‌هایی را می پرستیم و پیوسته برای عبادت آنها معتکف هستیم. ابراهیم گفت آیا هنگامی که آنها را می خوانید صدای شما را می شنوند؟ یا سود و زیانی به شما می رسانند؟ گفتند نه، بلکه ما نیاکان خود را یافتیم که چنین می کردند. ابراهیم گفت آیا دیدید چیزهایی را که پیوسته عبادت می کردید؟ شما و نیاکان پیشین شما، پس همه آنها دشمن من هستند جز پروردگار جهانیان، همان کسی که مرا آفرید پس او مرا هدایت می کند و کسی که او به من قضا می دهد و سیراب می نماید و هنگامی که بیمار شوم پس او مرا شفا می دهد و کسی که مرا می میراند سپس زنده می کند و کسی که امیدوارم گناهانم را در روز جزا برایم ببخشد. پروردگارا به من دانش و حکمت ببخش و مرا به صالحان ملحق کن و برای من در میان آیندگان آوازه نیک قرار بده و مرا از وارثان بهشت پر نعمت بگردان و پدرم را بیامرز، بیگمان او از گمراهان بود و در روزی که همه مردم برانگیخته می شوند مرا رسوا و شرمنده مکن، روزی که مال و فرزندان سودی نبخشد مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خداوند بیاید و در آن روز بهشت برای پرهیزگاران نزدیک آورده شود و دوزخ برای گمراهان آشکار کنند و به آنها گفته می شود کجا هستند آنچه که به جای خدا پرستش می کردید؟ آیا آنها شما را یاری می کنند یا خود انتقام می گیرند؟ پس آنها و گمراهان به رو در آن افکنده می شوند و نیز همه لشکریان ابلیس. آنها در آنجا در حالی که با یکدیگر مخاصمه می کنند گویند به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم، چون شما را با پروردگار جهانیان برابر می دانستیم و کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد، پس اکنون هیچ شفاعت کنندگانی برای ما نیست و نه هیچ دوست مخلص و مهربانی، پس ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردیم تا از مؤمنان باشیم. بیگمان در این ماجرا نشان ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند هنگامی که برادرشان نوح به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ مسلماً من برای شما پیامبری امین هستم، پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم، مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است، پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی که فرومایگان از تو پیروی کرده اند؟ نوح گفت من چه می دانم آنها چه کارها کرده اند؟ اگر می فهمید حساب آنها تنها با پروردگار من است و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم کرد، من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم. گفتند ای نوح اگر از دعوتت دست بر نداری حتما سنگسار خواهی شد. نوح گفت پروردگارا همانا قوم من مرا تکذیب کردند، پس میان من و آنها داوری کن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند نجات بده. پس او و کسانی را که همراه او بودند در آن کشتی پر و انباشته نجات دادیم، سپس بقیه را غرق کردیم. بیگمان در این ماجرا نشانه ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. قوم عاد نیز پیامبران خدا را تکذیب کردند هنگامی که برادرشان هود به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ به راستی من برای شما پیامبری امین هستم،
پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. آیا بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس و بیهوده می سازید و قصرها و قلعه ها محکم و استوار بنا می کنید، گویی که در دنیا جاودانه می مانید و چون کسی را کیفر دهید همچون جباران کیفر می دهید؟ پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و از کسی بترسید که شما را به آنچه می دانید مدد کرده است. شما را به چهار پایان و فرزندان مدد و یاری فرموده است و همچنین به باغ‌ها و چشمه‌ها. همانا من از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم. گفتند برای ما یکسان است چه ما را پند دهی یا پند ندهی. این جز همان روش پیشینیان نیست و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. پس او را تکذیب کردند، در نتیجه ما آنها را هلاک کردیم. بیگمان در این ماجرا نشانه ایست و بیشتر آنها مؤمن نبودند. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. قوم ثمود پیامبران خدا را تکذیب کردند هنگامی که برادرشان صالح به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. آیا می پندارید که شما را در اینجا ایمن رها می کنند؟ در این باغ‌ها و چشمه‌ها و در این زراعت‌ها و نخل‌هایی که شکوفه‌هایش نرم و رسیده است و شادمان از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشید، پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و فرمان اسرافکاران را اطاعت نکنید، همان کسانی که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند. گفتند ای صالح، جز این نیست که تو از جادو شدگانی، تو جز بشری همانند ما نیستی، پس اگر از راست گویانی نشانه ای بیاور. صالح گفت این ماده شتری است که برای او یک نوبت آب خوردن و برای شما نیز نوبت روز معینی است و کمترین آزاری به آن نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرو می گیرد. پس آن را پی کردند، آنگاه از کرده خود پشیمان شدند. پس عذاب الهی آنها را فرو گرفت. بیگمان در این ماجرا نشانه ایست و بیشتر آنها مؤمن نبودند. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. قوم لوط نیز پیامبران خدا را تکذیب کردند هنگامی که برادرشان لوط به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. آیا در میان جهانیان شما به سراغ مردان می روید و همسرانی که خدا برای شما آفریده است رها می کنید؟ بلکه شما قومی متجاوز هستید. گفتند ای لوط، اگر دست بر نداری یقینا از اخراج شدگان خواهی بود. لوط گفت من دشمن سرسخت عمل شما هستم. پروردگارا من و خانواده ام را از عاقبت آنچه اینها انجام می دهند نجات بده. پس او و خانواده اش را همگی نجات دادیم مگر پیرزنی که در میان بازماندگان بود. سپس دیگران را نابود ساختیم و بر آنها بارانی از سنگ بارانیدیم، پس باران بیم داده شدگان چه بد بود. بیگمان در این ماجرا نشانه ایست و بیشتر آنها مؤمن نبودند. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. اصحاب ایکه پیامبران خدا را تکذیب کردند هنگامی که شعیب به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ همانا من برای شما پیامبری امین هستم.
پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. پیمان را تمام بدهید و از کاهندگان و کم فروشان نباشید و با ترازوی درست وزن کنید و چیزهای مردم را کم ندهید و در زمین به فساد نکوشید. و از کسی که شما و آفریدگان نخستین را آفرید بترسید. گفتند ای شعیب، جز این نیست که تو از جادو شدگانی، تو جز بشری همانند ما نیستی و تو را از دروغ گویان میپنداریم. پس اگر از راست گویانی، پاره ای از آسمان را بر سر ما بینداز. شعیب گفت، پروردگارم به آنچه انجام میدهی داناتر است. پس او را تکذیب کردند، آنگاه عذاب روز سایه آنها را فرو گرفت. بیگمان آن عذاب روز بزرگی بود. بیگمان در این ماجرا نشانه ایست و بیشتر آنها مؤمن نبودند. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است و همانا این قرآن نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. روح الامین آن را فرود آورده است بر قلب تو تا از هشدار دهندگان باشی. آن را به زبان عربی روشن نازل کرد و همانا توصیف آن در کتاب های پیشینیان نیز آمده است. آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل از آن آگاهند؟ و اگر آن را بر بعضی از عجمیان نازل می کردیم، پس او آن را برایشان می خواند، به آن ایمان نمی آوردند. آری، اینگونه آن تکذیب را در دلهای مجرمان درآوردیم. به آن ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند. پس ناگهان در حالی که بی خبرند به سراغ آنها می آید. آنگاه می گویند، آیا مهلتی به ما داده خواهد شد؟ آیا برای عذاب ما شتاب می کنند؟ آیا دیدی که اگر سالیانی آنها را از این زندگی دنیا بهره‌مند سازیم، سپس آنچه که به آنها وعده داده شده است به سراغشان بیاید؟ این بهره‌مندیشان از دنیا سودی برای آنها نخواهد داشت و هیچ قریه ای را هلاک نکردیم مگر اینکه هشدار دهندگانی از پیام بران داشتند، برای پند دادن، و ما هرگز ستمکار نبودیم و شیطانها هرگز این قرآن را نازل نکرده اند و برای آنها سزاوار نیست و نمی توانند. بیگمان آنها از شنیدن وحی و استراق سمع بر کنارند. پس ای پیامبر، هیچ معبودی را با الله مخوان که از عذاب شدگان خواهی بود و خیشاوندان نزدیکت را هشدار بده و بال رحمت و فروتنی خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. پس اگر از فرمان تو سرپیچی کردند بگو، همانا من از آنچه انجام می دهید بیزارم و بر خداوند پیروزمند مهربان توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمی خیزی می بیند و نیز حرکت و نشست و برخاست تو را میان سجده کنندگان می بیند، همانا او شنوای داناست. آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟ بر هر دروغگوی گناهکار نازل می گردند. به شیاطین گوش فرا می دهند و بیشترشان دروغگو هستند و شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی می کنند. آیا ندیدی که آنها در هر وادی سرگشته و حیران هستند و بیگمان آنها چیزی می گویند که خود به آن عمل نمی کنند؟ مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و خدا را بسیار یاد کردند و بعد از آن که ستم دیدند انتقام گرفتند و با شعر خود از اسلام و مسلمین دفاع نمودند و کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست به چه بازگشتگاهی باز می گردند. سوره نمل
جزء 19. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سین. این آیات قرآن و کتاب مبین است که هدایت و بشارت برای مؤمنان است، همان کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات را ادا می کنند و آنها به آخرت یقین دارند. بیگمان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند اعمالشان را برای آنها زینت داده ایم، پس آنها سرگردان می شوند. آنها کسانی هستند که عذاب بد و دردناک برایشان است و آنها در آخرت زیانکار ترینند. و بی تردید تو این قرآن را از سوی خداوند حکیم دانا دریافت می داری. به یاد بیاور هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت بایستید، همانا من آتشی از دور دیده ام، به زودی خبری از آن برای شما می آورم یا شعله آتشی از آن می آورم تا گرم شوید. پس چون به آن آتش رسید ندا داده شد که مبارک باد کسی که در آتش است و کسی که پیرامون آن است و منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است. ای موسی، همانا من خداوند پیروزمند و حکیم هستم و عصایت را بیفکن. پس چون آن را دید که با سرعت می جنبد گویی که آن ماری است، ترسید و به عقب برگشت و پشت سر خود نگاه نکرد. ای موسی نترس، که پیام بران در نزد من نمی ترسند مگر کسی که ستم کند پس توبه کند و بدی را به نیکی تبدیل نماید. پس بیگمان من آمرزنده مهربان هستم. و دستت در گریبانت فرو کن که سفید و درخشنده بی عیب بیرون بیاید. این معجزه در زمره معجزات نهگانه است. به سوی فرعون و قومش برو که آنها قومی فاسقند. پس چون آیات روشن و کاملا آشکار ما به سراغ آنها آمد گفتند این جادویی آشکار است و آن را از روی ستم و سرکشی انکار کردند در حالی که دلهایشان به آن یقین داشت. پس بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود. و به راستی به داوود و سلیمان دانش عظیمی دادیم و آنان گفتند ستایش از آن خدایی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری بخشید. و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم، زبان پرندگان به ما آموخته اند و از هر چیز به ما عطا شده، بی تردید این فضل آشکاری است. و برای سلیمان لشکریانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده شدند، آنگاه نگاه داشته شدند تا همه آنها به یکدیگر بپیوندند. بعد حرکت کردند تا هنگامی که به وادی مورچگان رسیدند، مورچه ای گفت ای مورچگان، به لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند در حالی که نمی فهمند. پس سلیمان از سخن آن مورچه تبسمی کرد و خندید. گفت پروردگارا، به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آورم و توفیق عطا فرما تا کارهای شایسته ای که تو خوشنود شوی انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت درآور. و سلیمان از حال پرندگان جویا شد و گفت مرا چه شده است که هدهد را نمی بینم یا اینکه او از غایبان است؟ قطعا او را به کیفر شدید کیفر خواهم داد، یا او را ذبح خواهم کرد، یا باید دلیلی روشن برای غیبتش برای من بیاورد. پس درنگش چندان طول نکشید که هدهد آمد. آنگاه گفت من به چیزی دست یافتم که تو به آن دست نیافته ای و از سرزمین سبا برایت خبر قطعی آورده ام.
من زنی را یافتم که بر آنها فرمان روایی می کند و به او از هر گونه نعمتی داده شده است و تخت عظیمی دارد. او و قامش را دیدم که به جای خدا برای خورشید سجده می کنند و شیطان اعمال آنها را در نظرشان آراسته، پس آنها را از راه خدا باز داشته است. از این رو آنها هدایت نمی شوند. چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه را در آسمانها و زمین پنهان است بیرون می آورد و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می کنید همه می داند. خداوندی که جز او معبودی نیست پروردگار عرش عظیم است. سلیمان گفت اکنون خواهیم دید که آیا راست گفته ای یا از دروغ گویان هستی. این نامه مرا ببر و بر آنها بیفکن، سپس از آنها روی بگردان، پس در گوشه ای توقف کن، بنگر که چه جواب می دهند. ملکی سبا گفت ای بزرگان، به راستی نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده. همانا آن نامه از سلیمان است و چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، بر من برتری مجویید و تسلیم شده نزد من بیایید. ملکی گفت ای بزرگان، در کار من رأی دهید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما تصمیم نگرفتم. گفتند ما دارای نیروی کافی و جنگ جویان با قدرتی هستیم و اختیار با توست، پس بنگر که چه فرمان می دهی. گفت بی تردید پادشاهان هنگامی که وارد قریه ای شوند آن را ویران و تباه سازند و عزیزانش را ذلیل می کنند و این گونه رفتار می کنند و همانا من هدیه ای برای آنها می فرستم، پس می نگرم که فرستادگان چه جواب می آورند. پس چون فرستادی ملک نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت آیا می خواهید مرا با مال یاری کنید؟ آنچه خدا به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است، بلکه شما به هدیه‌تان شادمان می شوید. اکنون به سوی آنها بازگرد، پس البته با لشکریانی به سوی آنها خواهیم آمد که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و بی تردید آنها را از آن سرزمین با ذلت و خاری بیرون می کنیم. سلیمان گفت ای بزرگان، کدام یک از شما تخت او را برای من می آورد پیش از آن که تسلیم شده نزد من آیند؟ افریتی از جن گفت من آن را نزد تو می آورم پیش از آن که از جایت برخیزی، و همانا من بر آن توانای امین هستم. کسی که دانشی از کتاب الهی داشت گفت من پیش از آن که چشم بر هم زنی آن را نزد تو می آورم. پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود مستقر دید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر او را به جای می آورم یا ناسپاسی می کنم. پس هر که شکر کند تنها به نفع خود شکر می کند و هر که ناسپاسی کند پس به زیان خود نموده است. بیگمان پروردگار من بی نیاز و کریم است. سلیمان گفت تخت او را برایش ناشناس کنید تا ببینیم آیا آن را باز می شناسد یا از آنهاست که باز نتوانند شناخت. پس چون ملکه سبا آمد به او گفته شد آیا تخت تو اینگونه است؟ گفت گویی همان است، و ما پیش از این هم به قدرت خداوند و حقانیت سلیمان دانش یافته بوده ایم و مسلمان و فرمان بردار بودیم و آنچه به جای خدا می پرستید او را از ایمان به خدا باز داشته بود. بیگمان او از قوم کافران بود. به او گفته شد به صحن داخل شو. پس هنگامی که آن را دید پنداشت که آب عمیقی است، و دو ساق پای خود را برهنه کرد تا از آب بگذرد. سلیمان گفت این آب نیست،
این صحنی صاف از آبگینه است. ملک گفت پروردگارا، من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان برای خداوند پروردگار جهانیان تسلیم شدم و به راستی به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدای یگانه را بپرستید. آنگاه آنها دو گروه شدند که به مخاصمه پرداختند. صالح گفت ای قوم من، چرا پیش از نیکی بر بدی می شتابید و به جای رحمت عذاب الهی را می طلبید؟ چرا از خداوند آمرزش نمی خواهید تا شاید مورد رحمت قرار گیرید؟ گفتند ما به تو و کسانی که با تو هستند فال بد زده ایم. صالح گفت فال بد شما نزد خداست، بلکه شما گروهی هستید که مورد آزمایش قرار می گیرید. و در آن شهر هجر 9 نفر بودند که در زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند. گفتند به خدا سوگند یاد کنید که حتما بر او و خانواده اش شبیخون می زنیم و آنها را می کشیم، سپس به ولی دم او می گوییم ما هنگام هلاکت و نابودی خانواده اش هرگز حاضر نبودیم و از آنها خبر نداریم و بیگمان ما راستگو هستیم. و آنها برای قتل صالح و پیروانش حیله و نیرنگی به کار بردند و ما نیز حیله و تدبیری برای هلاک آنها و نجات صالح و پیروانش اندیشیدیم، در حالی که آنها نمی دانستند. پس بنگر عاقبت نیرنگشان چه شد. ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم. پس این خانه های آنهاست که به سزای ستمی که می کردند خالی مانده است. بیگمان در این ماجرا نشانه ایست برای گروهی که می دانند و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزگار بودند نجات دادیم. و لوط را به یاد آور، هنگامی که به قومش گفت آیا کار بسیار زشت مرتکب می شوید در حالی که خود سرانجام و زشتی آن را می بینید؟ آیا شما به جای زنان از روی شهوت سراغ مردان می روید؟ بلکه شما مردمی نادان هستید.